بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. آیت الله العظما شیخ بشیر نجفی از مراجع تقلید طبق روال هر ساله با جمعیت میلیونی در مشایع اربعین حسینی به سوی شهر مقدس کربلا از جاده یا حسین حرکت کردند. شایان ذکر است ایشان به همراه تعدادی از اساتید و طلاب حوزه علمی از شهر مقدس نجف با وجود شرایط جوی سخت و گرمای زیاد با پای پیاده راهی شهر مقدس کربلا شدند. معظم الله در این مسیر از خداوند متعال خواست تا زیارت قبر سید و سالار شهیدان ابا عبدالله حسین علیه السلام را از مؤمنین بپذیرد و به همه دستندرکاران برگزاری این مراسم توفیق عنایت فرمایند. کاروان حسینی از استان کرکوک در شمال عراق برای شرکت در مراسم زیارت اربعین امام حسین علیه السلام با پای پیاده به سمت شهر مقدس کربلا حرکت کردند. گفتنی است این کاروان که از 5 سال پیش تنها با 3 نفر آغاز به کار کرد، امروز حدود 300 نفر زائر را با خود همراه می‌برد. شایان ذکر است این کاروان در جاده‌ای حرکت می‌کنند که هیچ موکبی برای خدمت رسانی وجود ندارد. موکب پاسخ به سوالات شرعی از مراکز مرتبط با دفتر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی در شهر مقدس کربلا فعالیت خود را به مناسبت اربعین حسینی 1446 در خیابان قبله حرم مطهر حضرت امام حسین علیه السلام مقابل حوزه علمیه علامه ابن فهد حلی همچنان ادامه می‌دهد. این موکب فعالیت خود را از روز 8 صفرالاحزان در خیابان باب القبله حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام آغاز کرده است و تا پایان ایام زیارت میلیونی اربعین حسینی به آن ادامه خواهد داد. شایان ذکر است نظیر چنین موکب‌هایی برای پاسخگویی به سوالات شرعی زائران حسینی در مسیر نجف به کربلا و بصره به کربلا و سایر مسیرهای منتهی به شهر مقدس کربلا از سوی دفتر آیت الله العظما شیرازی خدمت رسانی می‌کنند. رئیس گروه آب زمینشناسی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران با بیان اینکه ایران مرکزی با فرونشست روبروست تأکید کرد اگر الگوی مصرف کشاورزی، اصلاح و حفر چاه‌های عمیق ممنوع نشود، کشور با تنش آبی، فرونشست و تخلیه آبخانها روبرو خواهد شد که می‌تواند منجر به مهاجرت‌های گسترده درون سرزمینی شود. ایمان انتظام سلطانی، رئیس گروه آب زمینشناسی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران، طی اظهاراتی گفت وقتی در دشتی آبهای زیرزمینی از بین برود، دیگر امکان سکونت خصوصاً در بخش‌های خشک و بدون رودخانه‌های دائمی برای انسان‌ها فراهم نیست و کم کم مهاجرت شکل می‌گیرد و باید گفت بسیاری از بخش‌های ایران مرکزی بر اثر تغذیه نشدن آبخانها و فرونشست پتانسیل مخازن آبهای زیرزمینی خود را به نحو قابل توجهی از دست دادند. سازمان بین المللی مهاجرت می‌گوید که سرازیر شدن سیلاب نزدیک به 1000 خانه را در شمال و شرق افغانستان آسیب زده و باعث تلفات جانی نیز شده است. سازمان بین المللی مهاجرت روز چهارشنبه 31 مرداد با انتشار پیامی گفت که سرازیر شدن سیلاب طی 3 روز اخیر در نقاط مختلف افغانستان خسارات هنگفت مالی به مردم وارد کرده است. مطالعه جدید صورت گرفته در دانشگاه کالیفرنیای سان فرانسیسکو درمان جدیدی را برای بیماری پارکینسون با استفاده از 1 دستگاه کاشته شده در مغز پیشنهاد می‌کند. این دستگاه می‌تواند به حل مشکلات حرکتی بیماران در روز و بیخوابی در شب کمک کند و به صورت تطبیقی عمل می‌کند که با روش‌های ثابت قبلی متفاوت است. این روش که تحریک عمیق مغزی تطبیقی نام دارد از روش‌های مشتق شده از هوش مصنوعی برای نظارت بر فعالیت مغز بیمار در حین تغییر
تغییر علائم استفاده می کند و می تواند با نظارت بر فعالیت مغز و تنظیم پالس های الکتریکی بر اساس علائم به حل مشکلات حرکتی بیماران در روز و بیخوابی در شب کمک کند. اداره کل دارایی های فرهنگی و موزه های ترکیه 254698 اثر را که اکنون در موزه های سراسر کشور در معرض نمایش و نگهداری هستند، به عنوان بخشی از کمپین برچسب گذاری با استفاده از فناوری هوش مصنوعی کدگذاری کرده است. بیرول انجیک، مدیر کل دارایی های فرهنگی و موزه در ترکیه، تگز هاراتی گفت این کار به منظور حفاظت نگهداری و انتقال آثار در موزه های وابسته به وزارتخانه برای نسل های آینده راه اندازی شده است. یک مطالعه جدید نشان می دهد که غذای کودک سوپرمارکت ها در ایالات متحده مملو از غذاهای غیر مغذی است. حاوی شکر و نمک بسیار زیاد است و برای کودکان ناسالم به شمار می‌آید. بر اساس این مطالعه 60% از 651 ماده غذایی که برای کودکان 6 تا 36 ماه در قفسه‌های 10 سوپرمارکت در ایالات متحده عرضه می‌شود از دستورالعمل‌های تغذیه‌ای توصیه شده سازمان بهداشت جهانی برای غذاهای نوزادان و کودکان نوپا پیروی نمی‌کنند.